ارتباطات فارغ از اینکه شما توی پروژه گفتیم دو تا یا بیش از دو تا زینف دارید، یه کارفرما دارید، یه سری هم پیمانکاران دست دوم دارید. شما اگه پیمانکار اصلی باشید قرار باشه اون پروژه رو انجام بدید. این مدیریت ارتباطات خیلی مهمه. کاری که باید تو مدیریت ارتباطات انجام بدین شامل چی هست؟ سه تا کار اصلی باید انجام بدید. دوباره مثل کیفیته، برای ارتباطاتتون برنامه ریزی کنید، بعد برید مدیریتش کنید، یعنی اجرا کنید، و بعد کنترلش کنید. خیلی از فرایندهای مدیریت پروژه همین جوریه، برنامه ریزی، اجرا و کنترل. مثل همون چرخه دمینگ، پلان دو چکت، مثل همون چرخه. خب این ارتباطات چند مدل داره؟ یا ارتباطات داخلیه، مثلا بین اعضای پروژه، من فرض کنیم میخوام به یه کارشناس، من کارشناسم، میخوام به یه کارشناس دیگه یه ایمیلی رو بزنم، یه نامه‌ای رو بفرستم، آیا اجازه دارم یا اینکه ندارم؟ پس یه سری ارتباطات اینترناله، یعنی بین اعضای تیم پروژه است، یه سری ارتباطات هم اکسترناله، یعنی خارج از اعضای تیم پروژه است. مثلا من میخوام به کارفرما، آیا اجازه داره یه کارشناس به مدیر پروژه کارفرما یا به مثلا ناظر کارفرما ایمیل بزنه، نامه بزنه؟ اینا رو باید معلوم کنی. خب بعضی از ارتباطات باید حتما فرمال باشه. فرض کنید شما میخواید درخواست افزایش حقوق بزنید، چجوری این رو انجام میدید؟ میخواید مرخصی بگیرید، اعضای تیم مثلا توی تیم پروژه شما میخواید مرخصی بدید، چی کار میکنید؟ چجوری انجام میدید؟ میخواید گزارش بفرستی، میری گزارش شفاهی میدی، آره هفته پیش رفتیم اونجا، پروژه رو خوب انجام دادیم، درا رو نصب کردیم، سرورها نصب شد، همه چی اوکیه. اینجوری گزارش میدی؟ حتما یه آداب و رسومی داره. این آداب و رسوم شما باید تو مدیریت ارتباطات معلوم کنی که این گزارش ها گاهی اوقات رسمی هن، یعنی فرمال هن، گاهی اوقات غیر رسمی هن، این فرمال هن. اینا رو باید بلد باشین که کجا رسمی صحبت کنید، کجا غیر رسمی صحبت. بعضی از ارتباطات ما اورال هن، بعضی ها ریتن هن، یعنی بعضی اوقات شفاهی هن. خود این شفاهی، من میرم تو جلسه چه لباسی بپوشم، چی جوری برخورد کنم با مدیر پروژه، با همکارام، بعد از ابزارام چی جوری استفاده کنم. خود ابزارا، یکی از مهمترین ابزارا ابزار کلامیه، وربال. خود کلام سه بخش داره، حتما برید سایت آقای شعبانعلی رو یه سری بزنید، شعبانعلی.com، اصول مذاکره درس میده ایشون. اونجا میگه بهتونم، البته استانداردم، میگه بعضی از ابزارها به تون صدا تو رب داره. مثلا آروم صحبت، مثلا دو تا دوستمون دارن الان آروم صحبت میکنن، دو تا خانم، چرا کسی صداشون رو نشنوه؟ بعضی جا باید صدا رو بیاریم پایین، بعضی جا نه، صدا رو باید بیاریم بالا. خیلی جدی با مدیر پروژه صحبت کنید، با تیمتون صحبت کنید.